خط خبرها اقدام جدید سه عضو کنگره برای جلوگیری از باجگیری رژیم ایران اقدام جنایتکارانه رژیم برای کشاندن مردم به پای صندوقهای رأی رأی ندهید واکسین نمیشوید و افزایش ابهامها ها در پرونده مرگ آزاده نامداری مجری سابق و ممنوع تصویر صدا و سیما درود بر شما همراهان کانال ایران خوشحال می شویم تا پایان این خبر ما را همراهی کنید در صورت تمایل کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در خبرنامه ما مشترک شوید با سپاس از همراهی شما مشروع اخبار نگرانی از احتمال باجگیری جمهوری اسلامی سه عضو کنگره از وزیر خارجه آمریکا توضیح خواستند سه عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه ای از آنتونی بلینکن از نقش ایالات متحده در مورد احتمال تسهیل در باجگیری و آزادسازی یک میلیارد دلار پول به ایران که نزد کره جنوبی بود توضیح خواستند برایان استایل، جیم بنکس و جورج استوپ سه نماینده جمهوری خواه ایالت ویسکانسین، ایندیانا و فلوریدا روز پنجشنبه پنجم فروردین در این نامه بر روی وبسایت آقای استایل قرار گرفته خواستار توضیح وزیر خارجه در مورد نقش دولت پرزیدنت بایدن در مورد احتمال آزادسازی یک میلیارد دلار پول درخواستی ایران در قبال آزاد کردن یک کشتی توقیف شده یک کره جنوبی شدند این سه نماینده در نامه خود به گزارش اشاره کردند که میگوید ایالات متحده در تسهیل این پرداخت یک میلیارد دلاری به ایران توسط کره جنوبی نقش داشته است جمهوری اسلامی ایران دو ماه پیش یک کشتی حامل مواد شیمیایی کره جنوبی را در آبهای دریای عمان توقیف کرد وزارت خارجه آمریکا در آن زمان و در واکنش اعلام کرد این رژیم در تلاشی آشکار برای باجخواهی از جامعه جهانی و وادار کردن آن به کاستن از فشار تحریم ها به تهدید کردن حقوق و آزادی های کشتیرانی در خلیج فارس ادامه می دهد. ما نیز همصدا با جمهوری کره از ایران می خواهیم این نفکش را بیدرنگ آزاد کند. جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادسازی حدود 7 میلیارد دلار است که در پی تحریم ها در کره جنوبی توقیف و بلوکه شده است. به گزارش روزنامه واشنگتن فری بیکن برایان استایل پیشتر از وزارت خزانهداری در این مورد توضیح خواسته بود ولی خزانهداری در پاسخ گفته بود که این موضوع در حوزه وزارت خارجه است و از همین رو این نامه به وزیر خارجه فرستاده شده است دولت پرزیدنت بایدن از زمان شروع کار خود گفته است اگر ایران به اجرای تعهدات خود در قبال توافق هسته‌ای موسوم به برجام بازگردد آمریکا هم به این توافق باز خواهد گشت دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا واشنگتن را در سال 2018 از برجام خارج کرد و تحریم هایی را که تحت آن توافق برداشته شده بود دوباره برگرداند اخباری از واکسیناسیون رای دهندگان در روز انتخابات در حالی که خبری به نقل از سعید نمکی وزیر بهداشت ایران درباره تزریق واکسن ضد کرونا به رأی دهندگان در روز انتخابات در فضای مجازی منتشر شده بود و واکنش هایی را در پی داشت وزارت بهداشت با تاخیر چند روزه و پاسخی توهین آمیز خبر را تکذیب کرد و انتشار آن را به اپوزیسیون جمهوری اسلامی نسبت داد در حالی که درباره عدم استقبال واجدان شرایط رأی دادن در ایران در انتخابات ریاست جمهوری 1400 پیش بینی های بسیاری شده است انتشار خبری به نقل از سعید نمکی در فضای مجازی که از واکسیناسیون علیه کرونا به عنوان ابزاری برای کشاندن مردم به پای صندوق های رأی استفاده می کند بسیار خبرساز شد در این خبر آمده است که اگر هماهنگی ها به نتیجه برسد در روز انتخابات همه رای دهندگان را واکسینه خواهیم کرد سبا آذرپیک روزنامه نگار در توییت خود با واکنش به این موضوع نوشت وزارت بهداشت تکذیب یا تایید رسمی کند سخن اگر متعلق به وزیر بهداشت باشد میتوان علیه ایشان اعلام جرم کرد اقدام خلاف قانون اساسی خدمات بهداشتی در قانون اساسی وظیفه حاکمیت است و نمیتوان حق شهروندان را مشروط به اختیار آنها برای رأی دادن کرد او افزود واکسن زدن حق مسلم تمام ایرانیان است و رأی دادن یک اختیار این در حالی است که رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران چند ساعت پس از انتشار این خبر با نوشتن توییتی آن را تکذیب گفته نیز علیرغم آغاز واکسیناسیون در بسیاری از کشورها ایران با تاخیر در این زمینه اقدام کرد و تاکنون نیز در این زمینه با کمبود و مشکلاتی مواجه است مصطفی قانعی عضو کمیته واکسن کرونا ایران روز 18 مارس 2021 اعلام کرد که عدد واردات واکسن کرونا به این کشور نشان می‌دهد که هنوز حتی نیاز کادر درمان این کشور به واکسن تأمین نشده است. بر اساس گزارش رکنا او با اشاره به عدم کفاف واکسن کرونای وارداتی به ایران گفت واکسیناسیون در کشور یک کار اجرایی است و علمی نیست اما آن چیزی که در ایران وارد شده کاملا مشخص است و عدد واردات هنوز برای نیاز کادر درمان کفایت نمی کند. افزایش ابهام در پرونده مرگ آزاد نامداری مجری سابق و ممنوع تصویر صدا و سیما با گذشت ساعتها از پیدا شدن پیکر بیجان آزاد نامداری مجری سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی در خانه واقع در غرب تهران مقام های انتظامی و قضایی علاوه بر اینکه تاکنون توضیح دقیقی درباره نحوه مرگ او ارائه نکردهاند در مواردی با سخنان خود بر ابهامات این پرونده افزودند و همچنان گفتند که نشانی از خودکشی یا دگرکشی را در اطراف یا بر پیکر او مشاهده نکردند و تعیین علت جان باختن این مجری را به اعلام نظر پزشکی قانونی منکول کردند خبر پیدا شدن پیکر بیجان آزاده نامداری را روز شنبه هفتم فروردین ماه ابتدا خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران منتشر کرد و نوشت که پیکر بیجان آزاده نامداری از مجریان سابق صدا و سیما در سعادت آباد پیدا شده اما جزئیات بیشتری از دلیل فوت او در دسترس نیست پس از خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه زنی که احتمالا مادر آزاده نامداری است با اورژانس تماس گرفته و اعلام کرده که با کارت آبربانک به زور در ورودی را باز کرده و وارد خانه شده و با پیکر بیجان دخترش مواجه شده است این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه که نامش فاش نشده، نوشت که آزاد نامداری خودکشی کرده است و در زمان پیدا شدن پیکر بیجان جان او 24 ساعت از مرگ نامداری گذشته بود. پس از این بود که مجتبا خالدی سخنگوی اورژانس کشور با تایید مرگ مجری پیشین صدا و سیما گفت که پیکر آزاده نامداری جراحت ظاهری نداشته و جسد او جهت بررسی تخصصی علت فوت به پزشکی قانونی تحویل داده شده است. محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی نیز شامگاه شنبه پس از حضور در محل پیدا شدن پیکر بیجان نامداری تاکید کرد که هیچ یافته ای مبنی بر خودکشی یا دگرکشی آزاد نامداری وجود ندارد و هیچ گونه آثار ضرب و جرحی بر روی پیکر آزاد نامداری یافت نشده است شهریاری افزود که تعیین علت فوت آزاد نامداری منوط به آزمایش های سمشناسی و آسیب شناسی است که پزشکی قانونی انجام خواهد داد. مهدی فروزش مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران نیز با تایید انتقال جسد آزاده نامداری به پزشکی قانونی گفت که روز یک شنبه کالبدگشایی و آزمایش های سمشناسی انجام خواهد شد و پزشکی قانونی طی روزهای آتی با بررسی دلایل و تطبیق نتایج آزمایش ها علل مرگ را به مقام قضایی اعلام خواهد کرد. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران تاکید کرد که هرگونه اظهار نظر در مورد نحوه مرگ آزاد نامداری شایعه بوده و پزشکی قانونی پس از انجام بررسی ها دلیل مرگ را اعلام خواهد کرد. از سوی دیگر در حالی که روز شنبه و پس از پیدا شدن پیکر بیجان آزاده نامداری برخی رسانه ها در ایران خبر دادند که او هشت ماه باردار بوده و انتظار یک فرزند پسر را میکشیده است ولی پایگاه خبری همشهری آنلاین از قول بازپرس پرونده این خبر را تکذیب کرده و نوشت بازپرس پرونده با قاطعیت باردار بودن متوفا را رد کرده است بنابر این گزارش سجاد عبادی همسر آزاده نامداری از چند روز قبل به همراه دختر چهار سالهشان به شمال سفر کرده و در چالوس به سر می برده است و شامگاه شنبه به تهران بازگشته و قرار است از آنها تحقیقات پلیسی به عمل آید. همزمان بهروز شجاعی روزنامه نگار و از نزدیکان همسر آزاد نامداری در صفحه توییتر خود نوشت که مادر بزرگ سجاد عبادی که ساکن رامسر است چند روزی است بدحال است و سجاد به همراه پدرش به ایادت مادر بزرگ راهی رامسر و در این سفر به اصرار آزاد نامداری دخترشان نیز برای تغییر آب و هوا با پدر بزرگش راهی رامسر شده بود او افزود که آزاده نامداری گفته بود میخواهد در خانه تنها باشد تا به کارهای شخصیش رسیدگی کند و همچنین تاکید کرد که نامداری باردار نبوده و شایعات مطرح شده غلط است و همچنین خبرها درباره اختلاف با همسر کاملا غلط است و این دو نفر هیچ اختلافی نداشتند آزاده نامداری متولد سال 1363 در کرمانشاه بود و فعالیت خود به عنوان مجری را ابتدا با شبکه استانی زاگروس آغاز کرد و پس از آن به تهران منتقل شد و با اجرا در برنامه تازه ها در سیمای خانواده شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران به شهرت رسید او سال 92 با فرزاد حسنی مجری تلویزیون ازدواج کرد اما کمی بعد با بروز اختلافاتی از او جدا شد و با انتشار تصویری از صورت کبود شدهش گفت که مورد خشونت خانگی قرار می گرفت نامداری پس از آن با سجاد عبادی فرزند رحیم عبادی وزیر آموزش و پرورش در دولت محمد خاتمی و فرید ماشینی از دانشجویان اشغال کننده سفارت آمریکا و عضو شورای مرکزی حزب مشارکت ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد آزاد نامداری با چادر در برنامه های صدا و سیما حضور پیدا می کرد و رسانه های ایران از او به عنوان اولین کسی نام می برد که انواعی از چادر را به عنوان چادر ملی و چادر قهوه‌ای در برنامه های تلویزیونی خود پوشید. در حالی که نامداری پیشتر در مصاحبه گفته بود خدا را شکر چادریم سال 96 در جریان سفرش به اروپا عکس های بدون هجابی از او منتشر شد که بحث برانگیز شد در پی انتشار همین عکس های بدون هجاب بود که نامداری پس از بازگشت به ایران از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ممنوع تصویر شد این مجری پیشین در چند سال اخیر کمتر در مرکز توجه رسانه ها و شبکه های اجتماعی قرار داشت اما این آخرین پیام تصویری او پیش از پیدا شدن پیکر بیجانش مربوط به آغاز تعطیلات نوروزی است که نامداری همراه با دختر خردسالش در کنار سفره هفت سال نو و نوروز را تبریک گفتند.